صلاحیت بشه یا چه کسی باید صلاحیتش احراز بشه. میخواستم ارزیابی شما رو در این ارتباط بدونم که این گونه آقای علی سعیدی علناً این مطلب رو اعلام کردند. البته این چیز رو مطلب جدیدی نیست، حالا علنی شده، ولی خب ما از قدیم میدونستیم و قبلش اطلاعات بود و بعد هم که بعد از دوم خرداد اطلاعات سپاه شکل گرفت و بعد حالا که اخیراً رسما شده سازمان اطلاعات سپاه و رسما اطلاعیه میده و طبیعی است که تمام تعیین صلاحیت ها در سپاه انجام شده است و شورای نگهبان فقط این اوامر آقایون رو ابلاغ کرده. این نتیجه ای که از قبل هم بوده است. ببینید 8 سال پیش وقتی من رد صلاحیت شدم مراجعه کردم اسناد ادله شما رو بر رد صلاحیت ارائه کنید، یک ورقه A5 بود از اطلاعات اون زمان که نوشته بود در 2 سطر یا 1.5 سطر عدم التزام عملی به اسلام و اصل مترقی ولایت مترقی فقیه و سلام. خب این که نوشته اطلاعات است، ادله اونها که بنده به اسلام التزام ندارم یا به ولایت فقیه از کجاست؟ هیچ. رسمن آقای علیزاده عضو شورای نگهبان و بقیه اعضای شورای نگهبان که من باهاشون ملاقات داشتم گفتن پرونده تو هیچ چیز نداره جز همین 2 سطر و این هم با آقای جنتی یک خوشو بشی کنید حل بشه انشالله. چرا تو بنده این کار نکردم و نخواهم کرد، چون مواضع اصولیم رو با روبوسی و با این سو نمیخوام حل کنم، من سر مواضعم هستم و خواهم بود و همیشه همین بوده. من میخوام بگم از قدیم همین بوده. حالا قبلا اطلاعات در واقع اون اداره کل سیاسی و امنیتی این کار رو میکرد، حالا سازمان اطلاعات سپاه این کارو میکنه و شورای نگهبان فقط ابلاغ میکنه. نه این قصه، در محاکم هم رسما قاضی میگفت ما ماشین امضاییم، رسما بازپرس از من عذرخواهی میکرد، میگفت اگه تو بگی من استعفا میدم، ولی بدون تا جایی که بتونم من کمک میکنم، بقیه دست من نیست، حلالم کن، اون دنیا برام چیزی نداری. یعنی اونهایی که حتی انگشت شمار قضات امنیتی هم دلشون با ما بود اما شمشیرهاشون و قلمشون علیه ما بود، چون دستور از سپاه میگرفتن، از اطلاعات میگرفتن و اینا فقط در واقع میرزا بنویس اونها بودن. قاضی انشای رأی نمیکرد، رأی اونها میگفتن. دقیقا جلوی چشم من به قاضی پیرعباسی میدیدیم که داره چونه میزنه، میگه آقا حالا که انتخابات تموم شد اینو بازداشت موقت فلانی رو یکی دیگر رو تبدیل کنم به قرار وسیقه، چونه میزد بازجو بپذیرد، بازجو میپذیرفت. گفت چقدر؟ حتی میزانش هم قاضی اختیار نداشت، باید بازجو میگفت که 100 میلیون قرار وسیقه بود یا مثلا 50 میلیون. یعنی واقعا ما در این شرایط هستیم، حکومت نظامی کامل است. همین صحبت هایی که من میکنم طبیعتا برای من هزینه داره، ولی میخوام بگم که مجلس در اختیار اونهاست، قوه قضاییه در اختیار اونهاست، شورای نگهبان در اختیار اونهاست و دارن اوامر رو اینا انجام میدن. کدوم وزیر و وکیلیست که جرأت کنه در مقابل اوامر سازمان اطلاعات سپاه بایسته؟ واقعیت این است، یک حکومت نظامی تمام عیار است. حالا هم که دورخیز کردن که 180 کرسی مجلس رو نظامیان بگیرن که 80 تاشون سردارن و 100 تاشون هم نوچه های اینها هستن، رده پایین تر هستن. و اگر این اتفاق بیفته واقعا به حال این مملکت باید گریست که دیگه نیازی نیست که اوامرشون بیاد، همون جناب سردار در مجلس نشسته و قیام و قعودشون میکنه و بشین پاشوشو انجام میده. ما در این شرایط هستیم و شرایط بسیار حساسه. اگر من میگم به لیست ائتلاف اصلاحات رأی بدین، نه اینکه اینها علیه السلام هن، نه اینکه اینها اول انقلاب خشونت طلب نبودن، نه اینکه پرونده پاکی دارن، نه خیر، فقط برای اینکه قدرت دست نظامیان نیفتد، برای اینکه قدرت یک دست نشه. وگرنه اصلاح طلب ها اگر قدرت و اصولگرایان داشتن به مراتب بدتر میکردن که وقتی که داشتن ما شاهد بودیم در دهه 60 اینها با یک اعلامیه رو به اعدام میدادن. فکر نکنیم اینها علیه السلام هن، نه خیر. من همین چند وقت پیش در یک صحبتی میکردم راجع به وزیر دفاع که به سالمترینشون هست ظاهرا در وزرای اصلاح طلب میگه سالم است، گفتم خب آقای وزیر کار و رفاه حالا فرزندانش چه میخوان در اون وزارتخانه، چه برو بیایی دارن هیئت مدیره شرکت های پول ساز و ترناور بالای مالی و اینها تعیین میکنن، رسما ساعت 9 شب میره عضویت هیئت مدیره رو میگیره میاره تحویل اون کسی که میخواد میره، یا مدیر عامل رو اینها تعیین میکنن، حکمش از پدر بزرگوار میگیرن. اینها رو همه رو نمیخوام بگم، من میخوام بگم خود آقای علی ربیعی چه میکند در اون وزارتخانه.
آقای علی ربیعی، آیا همون کسی که شب انتخابات آقای میرحسین موسوی رو بعد از اون مصاحبه بود در دفتر خودش خوابوند و او بود که میرحسین رو تحریک کرد که اون مصاحبه رو بکنه، اما بعد میاد در مجلس برای اینکه رأی اعتماد بگیره میگه من نفوذی در جنبش سبز دارم، من اطلاعاتی هم. یعنی ما یه همچین فضایی رو مواجه هستیم که وزیری که حتی در کنار میرحسین بوده در کمیسیون مجلس میگن نفوذی اطلاعات بودم در جنبش سبز، و بعد هم خب عمل کردش هم میبینید که الان دستوراتش مستقیم از سازمان اطلاعات سپاه میگیره و میره یک ساعت پشت در اتاق آقای طائب میشینه که بهش اجازه بدن بره اونجا خدمت آقای طائب برسه و دستوراتش رو بگیره. وضعیت ما اینه، این وزیر ماست، وزیر ماست که آقازادش میاد اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد رو تعیین میکنه، مدیر عامل رو تعیین میکنه، شرکت های زیر مجموعه رو تعیین میکنه و بعد با سه تا شرکت سوری میاد 58 میلیارد تومان آهن میگیرن دو سال و نیمه و هنوز پولشو ندارن و این خیالشون هم نیست چک دوریالی گذاشتن، کسی هم جرئت نمیکنه چک این سه تا شرکت سوری رو به اجرا بذاره و پول بیت المال رو برگرده. این مال بازنشستگانه، این مال اون بدبختایی که حقوق بازنشستگیشون ندارن بگیرن و آقازاده وزیر داره با این شرکت های سوری 58 میلیارد دو سال و نیم در اختیارشه. بماند که کارشناسی کردن گفتن همون موقع سازمان بازرسی کل کشور گفت 8 میلیارد زیر قیمت فروخته شده، 8 میلیارد نوش جانتون، چرا 58 میلیارد رو نمیگید؟ این یه قلمش. اگه من بخوام دونه دونه از تخلفات همین یک وزارتخونه بگم تعجب میکنید، مسائلی که پشت سر هم باید گفت. ولی باز هم میگم بین عمر سعد و شمر در صحنه عاشورا من به عمر سعد رای میدم، چون یک شب به اصحاب حسین فرصت داد اون شب عاشورا و اون حماسه نتیجه اون یک شب فرصتی بود که ابو عبدالله اصحاب خودش رو خالص کرد، پیرایش کرد و اونهایی که ناخالصی داشتن، اونهایی که حق الناس به گردنش بود، اونها رو رها کرد برد و اون 72 نفری بودن که این تابلو زیبای عشقبازی بشریت رو خلق کردن که دیگه بی نظیر و مشابه نداره. بیایید به صحنه، بیایید به همین اصلاح طلبانی که من توی این لیست فقط علی مطهری و مطمئنم که حرف خواهد زد، بقیه نه ثوابتشون رو میدانم نه مطمئنم که حرف نخواهند زد، مطمئنم که او خواسته های ما رو عملی نخواهند کرد، اما رأی بدهیم برای اینکه یک دست نشه، برای اینکه شاخص های جناح حاکم رو بیایید به صحنه که حداد عادل نیاید، بیایید به صحنه که لاریجانی نیاید، نه اینکه آقایون اصلاحاتی که ما زندان میرویم، شکنجه میشویم، حبس میکشیم، اینها میشه سر منافعشون معامله میکنن. آقای روحانی توفیدی وجود زحمت ها و زندان های ماست، امروز معامله میکنه و آقای کاظم جلالی رو میاره که 5 سال پیش در مجلس فریاد میزد، حنجرش رو پاره میکرد که مرگ بر موسوی، حالا شده در لیست اصلاحات. این درد رو به کجا ببرید؟ کجا بگیم که کسی که 5 سال پیش مرگ بر موسوی میگفت امروز در لیست اصلاحات قرار میگیره به اهتمام دولت تحمیل میکنه؟ و اصلاحات همین کار است. در قم میبینیم در لیست اصلاحات صدر لیست اصلاحات علی لاریجانی است. خب تکلیف رو مشخص کنید، علی لاریجانی اصولگرا یا اصلاح طلب؟ ببینید در عرف سیاسی وقتی که دم انتخابات وقتی دید جهت دیگری داره برنده میشه، خط عوض میکنه، از اردوگاه اصولگرا به اردوگاه اصلاحات وارد میشه، ما به این میگیم فاحشه سیاسی. آقای کاظم جلالی که مرگ بر موسوی میگفتی و امروز اومدی در اردوگاه اصلاحات ثبت نام میکنی، ترم سیاسی این است. آقای علی رایجانی که تا قبل از این در اردوگاه اصولگرا بودی و رئیس مجلس اصولگرا بودی و در تمام لیست های اونها بودی و امروز خط عوض میکنی، تویی که در لیست اصولگرایان خودت تعیین کننده بودی و علی مطهری می گفتی نگذارید در لیست که او 270 نماینده 290 نماینده از پس او بر نمی آیند، امروز چی شده اومدی طرف اصلاحات؟ آیا نظرت عوض شده؟ آیا گویشت عوض شده؟ آیا توبه کردی؟ آیا اصلاح کردی؟ بله ما میپذیریم که تو توبه کنه، ولی توبه و اصل او توبه کنه و اصلاح کنه. آقایون اصلاح طلبی که میگن ما توبه کردیم باید از گذشته دهه 60 شون توبه کنن و بگن چه کردن، از جنایات دهه 60 بگن بعد بیان ملت ملحق شد. هیچ کدوم نمیگن. آقایونی که از دیوار سفارت بالا رفتند و
8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردن، 1 میلیون کشته و شهید و مجروح رو بر جای گذاشتند، و این همه خسارات، هزاران میلیارد خسارات، آیا یک بار اومدن از ملت عذرخواهی کنن بگن خانواده شهدا ما از دیوار سفارت بالا رفتیم و شما شهید دادید؟ جبهه هم نیومدن، جبهه رو ما رفتیم، ترکش ما خوردیم، اونها فقط از دیوار سفارت بالا رفتن و امروز اصلاح طلب شدن. اصلاحات یعنی که از دیوار سفارت بالا نریم، اصلاحات یعنی که شلوغ نکنیم، اصلاحات یعنی که تندروی نکنیم، اصلاحات یعنی که اعدام نکنیم، قتل عام نکنیم، دهه 60 رو به وجود نیاریم، سال 67 اون اعدام هایی که از زندان در اومد انجام نشه. اصلاحات یعنی این مردم اینو میخوان. چه تضمینی هست که شما دوباره به سر کار بیان و رأس قدرت باشین و دهه 60 دومی خلق نکنید؟ با همه اینها بازم میگیم به این جماعت رأی بدیم، برای اینکه سران جنان حاکم رو بزنیم، برای اینکه شاخص ها رو حذف کنیم، برای اینکه در بیشه مازندران بتوانیم صادق لاریجانی که این همه ظلم به مردم کرده است، این همه احکام قضایی ناروا، این همه بگیر و ببند و زندان ها و حبس و حبس، او رو راه ندین. مردم اگه میخواهید رفراندومی انجام بشود، اگر میخواهید رفراندومی که نداریم، اینجا یک رفراندوم است، همین که صادق لاریجانی و نیروهای قوه قضاییه که خطا کردند، بسیار بد عمل کردند و بناحق گرفتند و بستند و زدند و بردند، اگر اینها رو مجلس راه ندین رفراندوم است. اگر اعضای شورای نگهبان رو حتی اگر اصلاحات به خطا اونها رو معرفی کرده شما رأی ندید. اعضای شورای نگهبان کسانی هستند که 9000 نفر رو رد صلاحیت کردند. چه اشکالی داره این 6 نفر رو مردم رد صلاحیت کنن، بهشون رأی ندید؟ این هدف ماست. و اگر هم اصلاحات در جای کوتاه اومده، ما انشاءالله با در جلسه در حضور آقای عارف هم عرض کردن، گفتن اصلاحاتی که اصولگرای مرگ بر موسوی رو میاره، اصلاحاتی که این افراد میاره، افرادی که فامیل بازی و باند بازی درون اصلاحاته، و میبینیم کاندیداهای تهران بعضیاشون اصلا سابقه ای ندارن، رزومه ای ندارن، و اون طرف افراد هزینه داده و رزومه دار موندن پشت در، و شما میرید از اصولگرا انتخاب میکنید، از آدم صفر کیلومتر چون دختر فلانی و همسر فلانی و غیر از ذالکت استفاده میکنید، و افراد اصلاح طلب عنواندار رو استفاده نمیکنید. این یعنی باند بازی و فامیل بازی. علی رغم این ما به شما رأی میدیم به مجلس بروید، اما فردای روزی که وارد مجلس شدید ما اصلاح در اصلاحات رو شروع میکنیم، و ملت باید بدوند از این جنرال ها و این آدم هایی که همیشه دارن پاسکاری میکنن قدرت رو عبور کنید، احزابی تشکیل بدین، جلوی اصلاحات هم باید ایستاد. این اصلاحات پر از فساد است، اصلاحاتی که وزیر کارش این گونه میگوید و این گونه میکند. وزرای دیگرش هم من به ترتیب خواهم رسید، خدمت وزرای دیگر و معاونین رئیس جمهور، همه اینها با مفاسدشون خواهم رسید. اگر این اصلاحات است، ما از این اصلاحات هم عبور خواهیم کرد، و ملت باید احزابی تشکیل بده و بیسته. بدونید الان هم تخلفات مالی بسیار و عدیده است، و پست ها برای درآمد زایی است، برای خوردن است، و تا دلتون بخواد اتفاق میفته. اما باز هم میگیم بیایید به لیست اعتراف اصلاحات رأی بدید که از قدرت یک دست جلوگیری بشه و شاخص های جنان حاکم رو شکار کنید انشاءالله. سوال بعدی من آقای خزلی برمیگرده به رد صلاحیت آیت الله سید حسن آقای خمینی. آقای ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفتند که بیشتر نظر یکی از فقها، یعنی یکی از معممین بوده در ارتباط با رد صلاحیت سید حسن آقای خمینی، و بقیه با این امر موافق نبودند، و آقای محمد یزدی هم در دیداری که با سید حسن آقای خمینی داشتند بیان کردند که به هیچ وجه موافق رد صلاحیت ایشون نبودند. و از طرف دیگه هم آقای شجونی گفتند کسی با اجتهاد آیت الله سید حسن آقای خمینی مخالفتی نداره. از جمع این صحبت ها چیزی رو که میشه نتیجه گرفت اینه که سید حسن آقای خمینی به علت فقدان صلاحیت در امر اجتهاد نبود که احراز صلاحیت نشد، و قضیه برمیگرده به نقطه نظر دیگه و مواضع اعتقادی ایشون و بینش خمینی جوان. و وقتی که ما بینش خمینی جوان رو بررسی میکنیم، میبینیم که مانند پدر بزرگش حاکی از ارادت به بزرگانی چون شیخ محی الدین عربی، مولانا، حافظ، سهروردی و عارفان صاحب نامی از این قبیله. میخواستم نظر شما رو در این ارتباط و ادامه راه خمینی زدائی در کشور بدونم. البته من اینو در مسیر دیدگاه عرفانی و دیدگاه فلسفی نمی بینم،
دقیقاً من به آقای هاشمی هم عرض کردم اونها نگران ورود سید حسن آقا به خبرگان نیستن، نگران اینند که شما یک خمینی دوم درست کنید. این هم زاویده این قصه است در مملکت ما. متاسفانه باز هم میگم متاسفانه به هر حال چون ما در واقع بت‌ساز هستیم و بت‌گر هستیم، فرزندان بت هم میتوانند بت شوند و اونها نگران اینند که چون خمینی در جامعه ما جایگاه یک شخصیت کاریزماتیک داشته است و امروز میتواند نوه او خمینی دوم شود و رهبری آینده را در دست بگیرد، نگرانی رد صلاحیت سید حسن آقا رو من در این میبینم، نه در این که عضو خبرگان بشود، نه نگرانند که خمینی دوم بشود و میخواهند راه رو ببندند. و اون هم مشخصه، بالاخره آقای جنتی من خاطرم هست اوائل انقلاب جلسات مکرری بود راجع به انجمن حجتیه، نماینده سپاه، نماینده انجمن، نگهبان هم حاج آقای ما و آقای جنتی جلساتی گذاشتن، مسائل حل و فصل شد و آقای جنتی در آخر جلسه گفت اگر تا حالا خزعلی از شما حمایت میکرد الان جنتی و خزعلی دو تا حامی دارید. این جلسه تموم شد، همون جمعه آقای جنتی در قم رفت بالای منبر گفت 6 سال از انجمن حجتی انجمن رو شست گذاشت کنار. شبش اومد تهران، خب ما منظرمون یکی بود، با یک دیوار نوپان از هم جدا میشد. اومد و گفتم چی بود این قضیه، از جیبش دست کرد یک کاغذ کوچولو در آورد، گفت من نمیدونم، میخواستم برم نماز جمعه و چای سپاه آوردن گفتن اینو باید بخونی، منم خوندم. به همین سادگی گفت چیکار میکنم، هیچ وقتم نکرد. من میخوام بگم که بچه های سپاه میدن اینو میخونه بالای منبر توی خطبه نمازجمعه، بچه های سپاه هم میگن رد کن سید حسن، رد میکنه. حالا بچه های سپاه از کجا دستور میگیرن؟ خب من و شما میدونیم مشخصه چرا نگرانن سید حسن آقا بیاد. اما علارغم این که من مایل بودم آقای سید حسن آقا بیاید، به اون لیستی که ایشون بود رأی میدادن و قطعا هم به ایشون رأی میدادن و باید هم باید مجلس خبرگان میشد، اما شما هم گرفتار این قصه نشوید. بنا نیست ما آیت الله بسازیم. من به هیچ احدی آیت الله نمیگم، چون آیت خدا همه نشانه های خداست، همه طبیعت و همه مخلوقات خدا آیت خدا هستن. این ذل الله و آیت الله بذارید کنار، برای چی ما از شروع میکنیم؟ ما آیت الله یک شبه رو ناراحتیم که ساختن. بنا نیست در اصلاحات هم ما هم آیت الله بسازیم. اگر آیت الله یک شبه برای ما ساختن، امروز ما هم میخواییم یک شبه بسازیم؟ کی گفت آیت الله آیت سیستانی در نجف در بالای ساعتش میرسد سید علی حسینی سیستانی هست مرجع تقلید است؟ برای چی آیت الله میسازیم؟ آیت الله ها قداست میآورد و نمیشود کسی رو نقد کرد. اگه دکتری داریم پیشتی داریم بگیم من دکتر هستم، مهندس هستم، لیسانس هستم، کارشناس هستم، مدرک تحصیلی تو بس سلام. آیت الله ما نداریم. آیت الله بزرگ حضرت شطر است که خداوند گفت اطلا ینظرون الی الابل که خلقت، نشانه الهی است. تمام آیه ها نمل است، مورچه است، زنبور عسل است، همه اینها آیه و نشانه خداست. آیات قرآن نشانه های خداست. اما کسی خودشو آیه خدا بداند، نشانه خدا بداند، فرقی با اعلی حضرت همایونی ذل الله این قصه هایی که قبل از انقلاب ما میشنید نداره. نه آیت الله میگم، نه آیت الله العظمی میگم، نه مقام معظم میگم، من هیچ کدوم از اینها رو قبول دارم. و واقعا خودتو تطهیر کنید. چرا باید حتما یه بت بسازیم؟ آقای سید حسن آقا فرزند و نوه محترم امام است و سلام. من حالا شما میخواهید حتما یک سناریو بچینید؟ نه خیر، کبرانیش نظریه راجع به محی الدین عربی، خب یه عده مخالف داره مثل بنده و صاحبان مکتب تفکیک و یک عده موافق داره مثل حضرت امام و آقای مطهری و همسالهم. اختلاف دیدگاهی هست، یک سری اون رو تکفیر میکنن، یک سری اون رو تکفیر میکنن، یک سری اون خطاهایی که در مطالبشون هست میگن نسبت بدن، مال اون نیست. اونجایی که به امیر المومنین اساءت ادب میکنه محی الدین میگن مال اون نیست. اگر اون رو بگن مال اون نیست خب میشود پذیرفت. اگر اون مطالبی که اساءت ادب به امیر المومنین هست مال او باشه خب خیلی نمیپذیرد. هر دو نظریه هم محترمه، هر دو هم دارن تو حوزه زندگی میکنن. این نیست که به خاطر این نظریه کسی رد بشود یا تایید بشود. نه خیر، نگران رهبری آینده نظام هستن و این خبرگان بسیار مهمی است برای اینکه به هر حال با توجه سن رهبری ممکن است در
انتخاب رهبری این خبرگان این برای 8 سال میخواد باشه و در انتخاب رهبری 2/3 آرا باید حاصل بشه تا یک رهبر فرد بیاید و ما اگر بتوانیم نصف مجلس رو به هر زحمتی شده به دست بیاریم این 2/3 برای یک تندروی مثل آقای مصباح و یزدی و جنتی و غیره و زالک به وجود نخواهد آمد. این خیلی مهمه که ما بتوانیم یک نفر رو حذف کنیم از این تندروها. اگر میبینید در لیست آقای هاشمی افرادی که پیشینه خوبی نزد ملت ندارن معرفی میکنن برای اینکه تندروها رو بگیرن، برای اینکه جنتی و یزدی و مصباح نروند، برای اینکه احمد خاتمی نروند، برای اینکه علم الهدا نروند، برای اینکه رئیسی از بیرجند نروند، برای اینکه صادق لاریجانی از مازندران نروند، برای اینکه اینها نروند. بعد ایستاد این تندروها بیاین، یک دفعه میبینید یک رهبری آمد که فتوا داد مردم رو از تیغ بگذرانید، فتوا داد 1,000,000 مردم محاربند، دست و پاشون رو قطع کنید. این خطر نزدیکه. اگه میخواهید گرفتاری همچین رهبری بشوید، خب بسم الله سستی کنید نیایید. ولی در خبرگان ما خیلی مهمه که بتونیم بیش از 1/3 رو داشته باشیم که همچون رهبر تندروی رای نیاره. احتمال این که این خبرگان به انتخابات رهبر بعدی برسه زیاده. به هر حال سن رهبری بالاست، کسالت رهبری مطرح هست، همه اینها نگران کننده است. باید اومد پای انتخاب و به این شاخصهای جناح حاکم، به کسانی که رأی مردم رو فرمایشی میدانند، به کسانی که خود رو آسمانی میدانند، خود رو آیت الله میدانند، به اینا رأی ندید، به مردمی که خدمت گذارم در رأی بدید. و آخرین سوال من از شما آقای خزلی اینه که آقای احمد جنتی، مصباح یزدی و محمد یزدی در دو لیست جامعه مدرسین حوزه علمی قم و روحانیت مبارز تهران نامشون هست، اما در لیستی که نام آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر روحانی در اون هست نام اینها وجود نداره. اگر مردم این خطی رو که شما معرفی میکنید و پیشنهاد میکنید عملی کنند و در انتخابات شرکت حد اکثری داشته باشند و این اشخاص انتخاب نشوند، به نظر شما اطلاعات سپاه که چنین چینشی رو انجام داده در برابر انتخاب مردم، شما فکر میکنید که سر فرود میاره یا باز هم به عنوان حفظ انقلاب و نظام و حفظ اسلام و از این بهانه گیری ها رأی مردم رو به غارت میبره؟ ببینید تحلیل ما از انتخابات آتی به جهت اینکه آقای هاشمی و روحانی متعهد به حفظ و صیانت آرا هستند این است که آرای مردم خوب خونده میشه و ما میتونیم به ظرف قاطع این تندروها رو حذف کنیم. اما از اون طرف میبینیم جناح حاکم وحشت کرده از حضور مردم. ببینید رسما میگن که تا حالا میگفتن تحریم، حالا میگن بیایید و اینها بزنید. به واسطه اینکه اینو وحشت کردن ممکن است در آخر کار فشاری بیاورند بر دولت روحانی و نگرانی اصلی ما معامله است که آقای روحانی و وزیر کشور سر این قضیه بکند به عنوان حفظ نظام، چون شما این یک رفراندوم است، صلاحیت همه جناح حاکم رو زیر سوال می‌برید. با زدن این سه نفر، با زدن شاخص‌های جناح حاکم، صلاحیت و مشروعیت جناح حاکم رو در تمام عرصه‌ها ما می‌خوام زیر سوال ببریم و اونا میدونن این اتفاقو ممکنه معامله کنه. آقای روحانی اگه معامله کرد اون روزی که ما باید در مقابل ایشون بیستیم بگیم از رأی مردم سیانت نکردی، تعارف هم نداریم. اگر یه همچین کاری بکنه قطعا با دولت مقابله جدی خواهیم کرد. جلسه ائتلاف اصلاح طلبان امروز آقای خزلی در تهران برگزار شد و شما هم در این جلسه حضور داشتید. نحوه برگزاری مطالب و موضوعاتی رو که در این جلسه مطرح شد برای بینندگان ما لطف کنید و بیان کنید. من امروز جلسه‌ای به دعوت ائتلاف سراگیر اصلاح طلبان از تمامی کاندیداهای اصلاح طلبی که در تهران بودن دعوت شد در شهرک غرب. جلسه با حضور آقای دکتر عارف الهی، آقای دکتر رحامی و بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاحات برگزار شد. کل صحبت این بود که فضای بسیار بسته‌ای بود و سعی می‌شد که اجازه صحبت به کسی ندن و مکرر آقای دکتر عارف گفتن که انتقادها رو بگذارید برای 8 اسفند. الان به همین لیست همه حمایت کنید و کاندیداهایی که در لیست نیستن به نفع کسانی که در لیستن انصراف بدن و فرمی هم توضیح شد که از کاندیداها امضا گرفتن که به نفع لیست کنار برن. تا اینجا کار اشکالی نداشت، اما در جلسه خصوصی که الان همه کاندیداها جمعن اجازه نطق کشیدن به هیچ کاندیدایی ندادن که حتی درد دلشو بگه. ناچار از ریاست جلسه اجازه خواستم 5 دقیقه صحبت کنم
که باز گفتن نمیشه. اما به خواست مردم و کسانی که بودن که اصرار داشتن فلانی صحبت کنه، من صحبت تندی رو شروع کردم و اونجا گفتم که ما زحمت نکشیدیم، زندان نرفتیم، شکنجه ندیدیم که کاظم جلالی که عربده می کشید مرگ بر موسوی در مجلس در لیست اصلاحات جای بگیرد. و شما شایسته سالاری رو کنار گذاشتید. کسانی که در امتیاز بندی خودتان نفر دهم امتیازات بودن و حذف کردین و کسانی که رزومه ندارن، سابقه ندارن، به واسطه دختر فلانی و همسر فلانی و فامیل فلانی آوردین تو لیست. و از طرفی آقایون در اومدن گفتن تقصیر ما نیست اون اسامی، دولت میخواست، ما میخواستیم حامیان دولت باشن و دولت حمایت کنه. که من اونجا فریاد زدم گفتم دولت غلط کرده است که باج خواهی میکنه، سهم خواهی میکنه. دولت توفیلی مبارزات ماست و اساسا اصلاح طلب نبوده است. ما آوردیم اون رو روی کار. حالا باج خواهی میکنه بنده یک حزب داری، حزب اعتدال و توسعه، بیا در 18 حزب یک رأی داشته باشی، نه اینکه لیست رو بگیری گروگان و 10 نفر رو تزریق کنی و 3 نفر اصولگرایی که مرگ بر موسوی میگفتن و در اردوگاه دیگه بودن رو به ما تحمیل کنی. چرا؟ چون پول دست توه. اونجا عرض کردم شماها شاید با دولت میخواهید معامله کنید و پستی بگیرید و بخور بخور کنید، اما منی که 314 روز در 9 نوبت اعتصاب قضا نخوردم، برای این نبود که شمای اصلاح طلبا و اصولگرایان معامله کنید و بخورید و بچاپید مملکت رو. ما 8 اسفند پروژه عبور از اصلاحات رو و اصلاح اصلاحات رو کلید خواهیم زد، اما تا 8 اسفند به لیست متحد و فراگیر رأی میدیم برای اینکه بتوانیم چهره های شاخص جناح حاکم و انحصار طلب رو بزنیم. ما ناچاریم این بازی رو هماهنگ پی ببریم، اما میدونیم که شما معامله کردید، میدونیم که شما به خاطر پول دولت به دولت باج دادید و دولت باج خواهی کرد و این رو از یادمون نمیره. و بایستی مردم به دنبال یک حزب فراگیر باشن، جبهه فراگیر باشن که دیگه به شماها باج ندن. و اصلاحات امتحانش رو بسیار بد پس داد. در این تهیه لیست واقعا باز دوباره باندبازی و فامیل بازی جای شایسته سالاری و تحزب رو گرفت. احزاب کاری نبودن، دولت باجخواهی کرد. رسما آقای محامی اینجا گفت بله 10 نفر دولت به ما تحمیل کرد و 3 نفر رو اختصاصی از اصولگرایان تحمیل کرد. این فاجعه است. چرا باید دولتی همچی کاری بکنه؟ دولتی که با شعارهای مردم فریب اومد روی کار، علارغم این که ما میدونستیم ایشون یک آخوند امنیتی است و در تمام سرکوب ها امضای ایشون هم بوده در شورای امنیت، اما چاره ای نداشتیم. ما از سبد های جنتیشون انتخاب کردیم، از اون سبد انتخاب کردیم. امروز از ما باج خواهی میکنه. امروز با ما کسی که در مجلس داد میزده مرگ در موسوی رو میگه بذارید در لیست اصلاحات، اینا درد ماست. حالا البته بعد از اون جلسه آقای عارف رفت در یک همایشی در حجاب، در اونجا گفتش که کاظم جلالی رو دولت به ما تحمیل کرد، بی تدبیری دولت تدبیر و امید بود. این نتیجه اون فریاد بنده بود. و بعد از اون هم فرزندان آقای هاشمی سری خواستن افراد و فیلم این درگیری در اونجا رو دیدند و دارن بررسی میکنن چه کار کنیم. به هر حال من معتقدم به کاظم جلالی به عنوان نمونه رأی ندهیم و یک نفر رو جایگزین کنیم، چون ما اگر یک رأی کمتر بدهیم ممکن است حداد عادل به مجلس بیاید. برای این قضیه من اونجا توصیه کردم به دکتر میرزایی رأی بدید جای کاظم جلالی، ولی ما بیش از این اشکال داریم. لیست ما لااقل نصفش باید جابجا میشد. نصف لیست بر مبنای شایسته سالاری و امتیازهایی که ببینید امتیازهای مشخص کردن 1000 امتیاز، از اون امتیازها نفر دهم حذف کردن، نفر 60 آوردن. خب اینها یعنی باندبازی، یعنی فامیل بازی. و متاسفانه اصلاحات از این ورطه امتحان خوبی نداد و بایستی ما به فکر این باشیم که حزبی داشته باشیم، جبهه‌ای داشته باشیم و بازی رو دست این پدرخوانده‌ها و ژنرال‌های اصلاحات ندیم. اینها معامله می‌کنن چون می‌خواهن منافع مالی دارن در ارگان‌ها، در پست‌هایی که دارن و پست‌هاشون رو معامله می‌کنن با دولت و سر ملت بی‌کلاه می‌مونه. اگر داخل مجلس هم برن حرف نخواهند زد و مشغول همین معاملات و مسائل باندبازیشون خواهند شد. آقای خزلی، شما صحبت از معامله اصلاح طلبان با دولت میکنید، منظورتون اینه که آقای کاظم جلالیان رو دولت به اصلاح طلبان تحمیل کرده؟ دقیقا اینو هم در مجلسی که تمام کاندیداها بودن مطرح کردند آقای روحانی و هم آقای عارف در مجلس حجاب گفته که این رو دولت تدبیر و امید بی تدبیری کرده و ما تحمیل کرده. سپاسگزارم. آفرین باشه.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار منتقد 11 آبان 1394 در منزل خود در تهران دستگیر شد و اکنون بیش از 3 ماه است که در بند سپاه در شرایط بلا تکلیف و بسیار سخت به سر می‌برد. به همین دلیل از تاریخ 22 بهمن 94 دست به اعتصاب غذای خشک زد. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با پسر ایشون مهدی سحرخیز که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای سحرخیز، آخرین اخباری رو که از پدر دارید چیست؟ من آخرین خبری که داشتم در عصر میشه گفتش که ایشون اعتصاب غذای خشک خودشون رو شکوندن به خاطر اینکه یک سری از وسایلشون رو بهشون برگردوندن و دیگه بعد از اون باز هم ولی یک سری چیزایی مثل ساعتی که قرصشون رو باید بهشون بدن و اینجور چیزها رو هنوز رعایت نمی کنن. ایشون گفت اگه اونها رو درست نکنن دوباره به اعتصاب غذا بر می گردن و همونطور که گفتم برای 18 اسفند فکر می کنم تاریخ دادگاهشون مشخص شده برای اون پیش قاضی این قاضی تا حالا ببینیم که نتیجه این دادگاه چی میشه. آقای سحرخیز، اتهاماتی رو که برای پدر شما تا حالا برشمردند و به اون دلیل ایشون رو این بار بازداشت کردن چیست؟ 4 تا اومدن جرم درست کردن. یکیش همین جرمایی که برای همه در اصل می‌نویسن، یه لیستی که دارن، یکیش این توهین به رهبریه، تبلیغ علیه نظامه، الان جدیده میشه جرم اجتماع و تبانی که اصلا معلوم نیست اصلا در چه پایه و اساسی همچین چیزی نوشته میشه. و به جز اون آخری هم تشویش از خانم عمومی همچین چیزی فکر میکنم یه 4 تا جرم هستش که مینویسن. فکر میکنم وکیل دقیقا اینا رو گفته، من چون در جریان لغویش نیستم انقدر اینا جرم و اضافه و کم میکنن که دقیقاً چی هستش. این تاریخ 18 اسفند که برای محاکمه ایشون تعیین کردن قطعیه؟ چیزی بوده که گفتن، حالا آیا عوض میشه یا نه من نمیدونم، اطلاعی ندارم. آقای سحرخیز، دقیقاً پدر اعتصاب غذاشون رو کی شکستن؟ دیروز اعتصاب غذاشون رو شکوندن، در همین رابطه گفتن که آقای سیامک انصاری ولی هم اعتصاب غذا میکنن. و آخرین سوال من از شما آقای سحرخیز، وضعیت سلامتی ایشون همکنون چگونه است؟ بارها خوردن زمین تو زندان، سر نماز بوده، موقع پیاده روی بوده یا موقع فکر میکنم تو همون سلول که بودن بارها خوردن زمین و به جز اون خب غالبا کسی که 26 کیلوگرم وزن کم کنه، کسی که روی این همه دواهای متعدد هست خب خیلی مشکل زا هست و سلامتیشون. چیزی که من میدونم اینه که خیلی بدنشون ضعیف شده و خیلی برای سلامتیشون خطرناکه، چون هیچ فشارشون بالا و پایین میره و همینطور که میدونین بارها ایشون گفتن که اگه به اون خواسته های حداقلی یک زندانی نرسه دوباره شروع میکنن به اعتصاب غذا کردن و این دفعه قطع نمیکنن تا اینکه به تمام نتیجه برسه. سپاسگزارم. خواهش میکنم. خدا.